گسترش و تعمیق قیام. میدان تحریر، کانون انقلاب و شورش عراق روز چهارشنبه با حضور گسترده دانشجویان و معلمان صحنه‌های پرشکوه پایداری و گسترش مقاومت مردمی را به نمایش گذاشت. في ساحة التحرير اليوم هناك زيادة لأعداد المتظاهرين وبشكل كبير بعد أن التحق الطلبة بساحة التحرير إثر تنفيذهم للإضراب العام عن الدراسة لهذا اليوم في مختلف المدارس والكليات والجامعات في بغداد. با گسترش شراره‌های قیام در عراق و اعتصاب عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها، کانون‌های فروزان آزادی در بغداد و سایر شهرها و مناطق عراق درخشیدند. حضور سمبل‌های روشنی و آگاهی، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های محبوب و مردمی همچون احمد رازی، کاپیتان نامدار سابق تیم ملی فوتبال عراق، نشانه همدلی، اتحاد و گسترش روزافزون مقاومت مردمی است. ساحة التحرير اليوم توافد إليها الكثير من الطلبة، المئات من الطلبة، طلبة الدراسة الإعدادية والكليات والجامعات، وأيضا في محافظة ميسان الأمر كذلك، في محافظة النجف كان اليوم الأمر لافت جدا بأن تغلق أغلب أبواب المدارس والجامعات، البصرة، ديقار، كربلاء، جميع المحافظات من الوسط إلى الجنوب فضيلة اليوم هي دخلت في إضراب شبه تام للطلاب وأيضا عودة وتجدد للحركة الطلابية. جوانان شورشی با پرتاب کردن نارنجک های گاز اشکاور به سمت مزدوران و کمک به همدیگر همدلی و اتحادشان را به نمایش گذاشته و خود را برای تظاهرات بزرگ جمعه آماده می کنند.